سمیرا هستم، 23 سالمه و فعلا دانشجو هم درس میخونم. دنیای امروز میتونه خیلی قشنگتر باشه، ولی متاسفانه الان خیلی سیاهه. هر جا که نگاه میکنی جنگ، دعواه. من اصلا ترجیح میدم اخبار رو دیگه دنبال نکنم، به خاطر اینکه کل روز منو به هم میریزه، روحیم رو نابود میکنه و خیلی از این بابت ناراحتم و همیشه ناراحت این مثلا که من اگه روزی بخوام بچه دار بشم چجوری میتونم این امیدو به بچه‌م بدم که دنیای قشنگی میتونه داشته باشه وقتی که این همه اخبار بد میبینیم، این همه جنگ و دعوا داریم میبینیم. متاسفانه از دنیا راضی نیستم. درگیری دنیا فکر کنم خاطر خودخواهی آدما باشه، خودخواهی یه سری سیاستمدارا، یه سری آدمای بزرگی که میتونن کارهای بزرگی انجام بدن، ولی متاسفانه کاراشون یکمی فقط به نفع خودشونه و اصلا اهمیت نمیدن به منافع دیگران. اگر که بخوایم توی دنیا صلح داشته باشیم، فکر میکنم که نیاز به خودمون بیایم اول ببینیم که ما به دنیا اومدیم برای چی، خودمون توی زندگیمون چی میخوایم، همینا برای بقیه هم بخوایم. اگه که من دوست دارم صبح که از خواب بیدار میشم با انرژی و خوشحالی بقیه آدم ها همراه باشه، خب اینو در خودم ایجاد کنم، در بقیه ایجاد کنم و سعی کنم که اینو یاد بدم از بچگی به حالا اطفالی که هستن، تا دنیا آروم آروم بتونه رو به بهبود بره. نقش جوان ها توی برقراری صلح فکر میکنم هدفمند شدن زندگیشون میتونه باشه و اینکه این هدف رو یه جوری سوق بدن به سمت همه مردم، نه فقط خودشون رو ببینن بلکه بقیه رو هم مد نظر بگیرن توی این هدفی که دارن و فقط به فکر منافع خودشون نباشن، منافع بقیه هم مد نظر باشه. همونجور که میگن هر چیزی که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. من برای اینکه بتونم توی این جهان خوشحال باشم، خوشحال زندگی کنم، فکر میکنم که روزایی که کارهایی انجام میدم که احساس میکنم مفید بودم برای جامعه، اون روز روز پر انرژی و خوشحال کننده ای بوده برای من، چون احساس میکنم دور شدم از این همه گرد و غبار توی دنیا. از اون موقعی که حالا اخبار رو متاسفانه چک میکنم ببینم دنیا چقدر به همه، یکمی به خودم اومدم که ای بابا، پس من الان نقشم اینجا چیه؟ من نمیتونم بشینم بگم که سوریه جنگ شده، بچه‌ها دارن میمیرن، من اینجا درسمو بخونم که در آینده پول خوبی داشته باشم. واقعا من برای این به دنیا اومدم. احساس میکنم که یکمی رسالتم متفاوت بوده با اینکه فقط بیام پول جمع کنم بذارم برای بچه‌هام و برم. خیلی بده که این جنگ ها باعث شد من به این نتیجه برسم، ولی خوشحالم که به این نتیجه زود رسیدم. تقریبا من نمیگم که توی سوشال مدیا نیستم، متاسفانه هستم، ولی احساس میکنم که خیلی بد شده، خیلی همه چیز شعاف شده. اصلا یادمون رفته که آقا من زندگی اصلیم اینه، ولی اون چیزی که دارم توی اینستاگرام هم میذارم اصلا یه چیز دیگه نشون میده. چرا؟ چون که اونی که اون ور داره میبینه ببینه من چقدر خوشم. خب حالا اگه اون فکر کنه خوشی یا نه مگه به حال تو فرق میکنه؟ و از این بابت ناراحتم. یکی این، یکی هم که چقدر ما زمانمون رو داریم میذاریم براش. سر کلاس نشستیم توی گوشیم، با دوستامون نشستیم دور هم توی گوشی، نمیدونم تو خونه داریم هومورکامون انجام میدیم، گوشی بغلمونه، نگران که مسیج ما جواب بدم سری. و قبلا احساس میکنم این قضیه خیلی متفاوت بود. دوره پدرها مادرانمون، اونا مامان میگه مثلا بیکار میشدیم، ما یه کتاب میگرفتیم دستمون میخونیم، شما الان تو این گوشی چیکار دارید میکنیم؟ و واقعا هم همینه متاسفانه. ولی از مزایاش هم بگم این که خب با آدمای بیشتری میتونیم در ارتباط باشیم از هر جایی توی دنیا، و اینکه با بقیه فرهنگ‌ها آشنا میشیم. نمیدونم، من اگه با یه دوست انگلیسی در ارتباطم زبانم داره قوی میشه. ببینید اینجوری هم گاهی اوقات خودمو قانع میکنم که من الان وقتمو الکی نذاشتم پای این مسئله، الان دارم چیز جدید یاد میگیرم. و اینکه خب خیلی کار رو سریع‌تر کرده. اگه قبلا ما می‌خواستیم یه ریسرچی داشته باشیم، کتابخونه و یه عالمه کتاب بیار و بذار، الان سریع تو گوگل سرچ می‌کنی همه‌شو برات میاره. ایناش هم می‌تونه مزایاش باشه.
آرزوی من برای دنیا اینه که همه مردم جهان به دور از هر گونه تبعیض نژادی، مذهبی بتونن در کنار هم با صلح و آرامش و صفا و صمیمیت زندگی کنن. فقط خواستم بگم که دست به دست هم دهیم به مهر، نه تنها میهن خیش را کنیم آباد، بیایم این میهن رو بزرگتر کنیم و سعی کنیم جهان خیش را کنیم آباد.